همیشه تو دنیا تو هر زمینه ای دوتا قول وجود داره که همیشه با هم رقابت میکنن و آخرش هم معلوم نمیشه کدوم یکی بهتره. مسی و رونالدو، پپسی و کوکاکولا، مکدونالد و برگر کینگ، فیفا و پیس، هیچ کس نمیتونه با قطعیت راجبشون نظر بده. هر کی یه سلیقه ای داره دیگه. در مورد شیر و ببر هم همینطوره. ما فقط مقایسهشون میکنیم. خودتون تو کامنت ها نظراتونو بنویسید. هر چی تصور راجع به این قضیه دارید و بذارید کنار که قرار همشون به هم بریزه. در مورد آمادگی بدنی همونطور که میبینید ببر هیکل و جثه بزرگتری داره. یه جوری ورزیده است انگار هفته 5 روز با داداچی‌ها میره باشگاه. اصلا هم اشتباه نمیزنه. در مقابل شیر قد کوتاهتری داره و از اون تنبلاست که چون بچه خوشگله دل به تمرین نمیده. شیر جمجمه بزرگتری داره و توی مبارزه این بده. چرا؟ خب راحت تر میشه به سری ضربه زد. از اون طرف مغز ببر بزرگتره و یعنی حیوان خیلی باهوشتریه. تا اینجا همه چی علیه شیر بوده، ولی صبر کنید، هنوزم مونده. توی متون تاریخی که از روم باستان به دستمون رسیده، هر بار این دوتا پهلوان رو انداختن تو قفس تا روشون قمار کنن، متاسفانه آخر مبارزه جور شده که هادی عامل به ببره گفته شیر مادر و نان پدر حلال دلاور، حریف و گیج و سردرگم میکنه. توی مبارزه شیر از پنجه‌هاش استفاده میکنه، ولی ببر این بوکسورا میجنگه. ببر به خاطر سرعت بیشتری که داره باعث میشه چابکتر و آکروباتیکتر باشه و با بکارگیری سرعت تو خط حمله ترتیب آقا شیره رو بده. تنها برتری که شیر داره اینه که یال براش تشکیل یه سپر پوششی رو میده تا اطراف سر و گردنش کمتر آسیب. سال 2011 توی باغ وحشی تو شهر آنکارا آقا ببر آقا شیره رو با یه ضربه پنجه کشته. باورتون میشه؟ ادمون شروود تو یکی از کتاباش نوشته به نظر من یه دونه ببر 3 شیر نرو حریفه. البته اینم باید گفت که شیرا همیشه مفری میکنن و گله‌ای حمله میکنن. ببر ولی لشکر یه نفر است. اینطوری هم نیست که فکر کنید همیشه ببر برنده میشه ها، نه. یه سری گزارش ها میگن که بعضی وقتا هم شیره که پیروز میشه، ولی تو اغلب موارد ببر یا خیلی جوان بوده یا پیر. حالا شما تو کامنت ها بنویسید هنوزم شیر سلطان جنگله؟